روز گذشته رسانه های مختلف عربی و بین المللی از اعدام دو جوان شیعه عربستانی به جرم ابراز عقیده خبر دادند. در پی انتشار این خبر سازمان عفو بین دوران محمد بن سلمان را تاریک ترین دوره عربستان در زمینه حقوق بشر و آزادی ها از زمان رسیدنش به ولی احدی دانست. از سال 2015 میلادی که محمد بن سلمان به ولیعهدی رسید، این کشور شاهد سرکوب های گسترده آزادی بیان به ویژه بر علیه شهروندان شیعه است. در این مدت هر گونه اعلام مخالفت با حکومت یا انتقاد به هر شکلی که بوده سرکوب شده است. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده تا عواست سال 2021 همه مدافعان حقوق بشر و زنان روزنامه نگاران مستقل نویسندگان و فعالان این کشور به طور خودسرانه بازداشت شدند که نتیجه آن محاکمه ناعادلانه و طولانی بوده یا آزادی مشروط ممنوعیت سفر و اعمال محدودیت های بیپایه و اساس که حقوق این فعالان و روزنامه نگاران را محدود می کند از جمله حکم های اتخاذ شده علیه ایشان است که نشان دهنده چهره اصلی حکومت سرکوبگر آل سعود است. لین معلوف معاون مدیر خاور میانه و شمال آفریقا در اف بین الملل می گوید احکام مقامات سعودی درباره ممنوعیت سفر فعالان و مدافعان حقوق بشر واقعیتی تلخ را در این کشور منعکس می کند جایی که صدای مخالف همچنان به طور مداوم خاموش می شود. این در حالی است که مسئولان سعودی از اصلاحات تدریجی سخن میگویند لازم به ذکر است در هفت سال گذشته که بن سلمان با شعار اصلاحات حکمرانی میکند اعدام شهروندان منتقد و مخالف سیاست های حکومت به روش گردن زدن در عربستان افزایش چشمگیری داشته است.